با درود برنامه رو شروع میکنیم. آکادمی زمانه در کنار دوره‌هایی که میگذاره و تا کنون موضوع اصلیش روزنامه‌نگاری بوده، مجموعی از وبینارها رو تدارک دیده. وبینار اول در مورد زبان بود، امروز در مورد روزنامه‌نگاری و مسئله خشونت هست. خشونت یکی از مشکلات عمده جامعه بشریه. خشونت در همه عرصه‌های زندگی رخ میده، از خانه و خانواده تا بالاترین سطح جامعه، به ویژه در کشورهای استبداد زده به صورت خشونت دولتی برای تحکیم و حفظ نظام. وظیفه روزنامه‌نگار بازنمایی اموره. اما خشونت رو چگونه میتونیم بازنمایی کنیم؟ آیا بازنمایی هر شکلی از آن رواست؟ پرسش دیگه اینه که آیا همه اشکال خشونت آشکارند؟ چگونه میتونیم خشونت‌های پنهان رو تشخیص بدیم و چرا به عنوان روزنامه‌نگار موظفیم به اونها بپردازیم؟ کارافزار اصلی روزنامه‌نگار زبانه. زبان خودش یک نهانگاه و جلوه‌گاه اصلی خشونته. روزنامه‌نگار چرا و چگونه باید به بررسی انتقادی این کارافزار اصلی خودش روی بیاره که خودش به خشونت آلوده نشه؟ برشت، نویسنده و شاعر آلمانی، میگه حتی نفرت از خشم هم چهره را زشت میکند. حتی خشم از ستم هم صدا رو خشن میکنه. پس روزنامه‌نگار چگونه میتونه کارافزار اصلی خود یعنی زبان رو به خشونت آلوده نکنه و خودش مروج خشونت نشه؟ به همین دلیل با دو روانشناس که در زمینه خشونت پژوهش‌های بسیاری انجام دادن به گفتگو میشینیم. آقای دکتر حسن مکارمی، روانکاو بالینی، پژوهشگر بخش ویژه فرهنگ و خدمات راهبردی در دانشگاه سوربن فرانسه، و آقای رضا کاظم‌زاده، روانشناس بالینی و رواندرمانگر خانواده در بروکسل بلژیک. این دو کارشناس تحقیقات زیادی در این زمینه انجام دادن که با کمی جستجو در اینترنت میتونین مطالبشون رو پیدا کنین، به ویژه روی سایت زمانه هم هستن. خیلی خوش اومدین آقایم. از آقای مکارمی شروع میکنیم. ممنون میشیم شما در یک مقدمه کوتاهی نظرتون رو در مورد این خشونت بگین تا بعد بریم به سوالا بپردازیم. مقدمه‌اش چشم، ولی کوتاهیش حالا ببین چی در میاد. بله، من زاویه اساسی نگاه من در این وبینار به دور سه تا محور میچرخه. یکی پدیده خشونت، اعمال خشونت و بازگویی خشونت. اینها رو سه تا رو از هم جدا میکنم. هنر واقعی یک روزنامه نگار به گمان من در همین نکته ظریف و عمیق که نسبی دانستن اهمیت ابعاد گوناگون یک حادثه، حالا میشه این حادثه حتی خشونت باشه، و قرار دادن این حادثه در حجم تاریخی، جغرافیایی، فرهنگیش با توجه به شناخت هرچه بیشتر فرهنگ و زبان مخاطب، به گونه‌ای که هم حادثه را شفاف منتقل کنه و هم مخاطب رو فرهیخته تر کنه از اون قبلش، یعنی به بینش و نگرش و فرهنگ مخاطب تعالی ببخشه. این خلاصه اون چیزیست که از هنر و دانش و شناخت روزنامه‌نگاری به نظر من میتونیم انتظار داشته باشیم. ولی انسان آدمی رو یک هویتی است که حضور او رو در جهان تعیین میکنه. حضور من و حضور شما در جهان هویت ماست. این هویت ابعاد گوناگونی داره: هویت فرهنگی، هویت جنسی، هویت اجتماعی. چگونه شکل میگیره از بعد از تولد؟ یعنی خواهش و تمنا و میل نخستین ما برای زنده ماندن، همون بچه کوچک تا به دنیا میاد، این میل شکل‌های مختلف پیدا میکنه، ولی به هر حال در طول رشد در مرکزش هویت ما رو میسازه. انسان آرزومند و سخنگو با حضور خود مدافع هویت و میل خود به ادامه حیاته. در عرصه زندگی، زمانی که آدمی با همتای خود یعنی من در موقعیت متفاوت، این تعریفی است که ما در روانکاوی میکنیم، دیگری منیست در موقعیت دیگر، یعنی اون هم هویتی داره، فرهنگی داره، جنسیتی داره، و وقتی با اون مواجه میشه طبیعتاً خواستها و نیازها که برای هر کدوم معرف هر کدوم از هویت‌ها هستند در شرایطی میتونن با هم به تضاد بشینن.
این تضاد این خواست ها و آرزوهای دو تا هویت مختلف، یعنی من و من دیگر در موقعیت دیگر، میتونه از دو راه حل بشه: یا اصل گفت و شنود قانونمند و یا خشونت. و وقتی که ماکس وبر میگه قانون خشونت را مهار میکند، منظور همینه. یعنی یا ما راهی را انتخاب میکنیم که با هم گفت و شنود کنیم قانونمند و آرزوها، امیال، خواستهامون رو متعادل کنیم، یا اینکه به خشونت میرسیم. به همین دلیل روزنامه‌نگار هم از این قانون مستثنا نیست. روزنامه‌نگار هم یک من دیگره. منی است که بر محور خواهش اولیش به دنیا آمده، هویتی داره. و درست من یک گفته‌ای از شمس تبریزی استاد مولوی به خاطرم هست که میگه مدرسه ما این است، همین چهار دیوار گوشتی، یعنی درست همین نیاز ماست که مبنا رو میسازه. و این در واقع یک واقعیتی رو به وجود میاره که من در یک حجم فرهنگی، یک زمان خاص، یک موقعیت خاص، یک جغرافیای خاص قرار گرفتم. این روزنامه‌نگار هم در همین شرایط هست، یعنی یک منی داره که این من حقیقت وجودیشه، حضورش در هستی است. پس وقتی که من روزنامه نگار میخواد یک حادثه ای رو منتقل کنه به دیگری، به طور قطع از همین من استفاده میکنه، یعنی از حقیقت وجودیش استفاده میکنه. به طور خلاصه من از چیز دیگری جز خودم نمیتونم صحبت کنم، هر واقعی رو هم مطرح بکنم درون من هست. یا به عبارت دیگه هیچ عکاسی نیست که انتظار داشته باشیم که زاویه عکس گرفتن و نور و موقعیت و زمان عکس گرفتن رو انتخاب نکنه، درست مثل یک روزنامه نگار. ولی وقتی ما میتونیم این مسئله رو به یه شکلی مطرح بکنیم که روزنامه نگار تحت تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم این حقیقت درونیش قرار نگیره، تا اونجایی که میشه از این دور بشه. برای دور شدن از این مسئله است که ما در روزنامه نگاری اختراع کردیم، گفتیم سردبیر، من، کسی که به ستون مربوطه میرسه. برای اینکه وقتی من خبرنگار با حقیقت خودش یک واقعیتی رو بیان میکنه، دیگری این رو یه مقدار کنترل میکنه که ببینه که این چقدر حقیقت این روزنامه‌نگار در اون قرار میگیره. من دیگر هم بله، منهای دیگر، چند تا منهای دیگر هم هستن که این طبیعتاً میتونیم بگیم که کنترلش میکنن، یک اصلاحاتی در این صورت بگیره. ولی یه مسئله دیگه هم اینجا هست که مسئله زبان و مفهوم و واژه هاست، که این تقریبا مسئله مخاطب هست. مخاطب ما از یک زبان خاصی بهره میگیره، زبانی است که شعر هست، متلک ها، مثل ها و اون چیز هست که در طی قرن ها و هزارها روی هم انباشته شده و باعث میشه که روزنامه‌نگار بتونه با مردمش از راه کلام تماس بگیره. و این هم مسئله است که چه واژه های انتخاب میکنه. آیا این واژه ها خودشون خشن نیستند برای بیان یک خشونت؟ چگونه میشه؟ مثلا من یک مثالی میزنم که فرض میکنیم وقتی یک پدری که کار خیلی خوشمزهی بچهش میکنه بهش میگه پدر سوخته، درسته که واژه به نظر خشن میاد، ولی خشونتی در این نیست، برخلاف اون مهربانی هم هست. یعنی این در واقع توجه به این که واژه ها چه نقشی دارن، در کجا به چه شکلی به کار برده میشم، مسئله دومه مطرح میکنم. ولی مسئله سومی هم که مطرح میکنم خیلی سریع ولی از روش میذارم بعد میتونیم با مثال بیایم، اینه که اساسا روزنامه نگاری در ایران به چه شکل به وجود آمده و روزنامه نگاری تا چه حد تحت تأثیر سیاستمداران و فعالین اجتماعی و سیاسی بوده و چگونه میشه واقعا به سمت یک روزنامه نگاری بریم که حرف هنری است که حقیقت وجودی خودش تا اونجایی که میشه به دور بریزه. یک مسئله دیگه هم هست، وقتی میگم در انواع خشونت که بحث میکنیم، من مایلم که اشاره بکنم که خشونت تنها خشونت دولتی هست، ولی تنها خشونت دولتی نیست، خشونت مردم بین مردم هست، همونطوری که در مثلا مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میبینیم. وقتی راجع به مسائل خشونت صحبت میکنه، خشونت بین دولت ها، بین دولت و مردم، بین گروه های داخلی مردم، قبیله ها، خانواده ها و بین انسان تا انسان دیگه. این چهار نوع خشونت واقعا وجود داره و این خشونت هم میتونه جسمی باشه، هم میتونه روانی باشه، هم میتونه گفتاری باشه. این هم سه نوعش هست. به طور خلاصه چهار شاخصی رو که من به نظرم میاد خلاصه کنم اینجا، چهار شاخص رو که در انتقال پیام به دیگری به گمان من میشه چون ستونهای پایه‌ای فضای حاکم بر کار کرده ما در نظر گرفت، به نظر من اینها هستن. یکی همون حقیقت من، انگیزه های من، نقش درونی من، موقعیت من،
چرا من چنین حادثه‌ای اصلا نقل میکنم؟ چرا اصلا من خبرنگار وقایع شدم؟ چرا من خبرنگار مسائل سیاسی شدم؟ چرا من خبرنگار علمی شدم؟ این بالاخره یک درونی است از من که من رو به این موقعیت کشونده. مسئله دوم، درک واقعیت تا اونجایی که ممکنه دور کردن از حقیقت خودمه، یعنی اینکه من اضافه یا کم نکنم از شفافیت حادثه. و مسئله سوم اینه که بتونم این حادثه رو در یک دکور یا در واقع جنبه تاریخ جغرافیایی فرهنگی قرار بدم، و اینجاست که فرهنگ عمومی و شناخت ما از جهان برای خبرنگار بسیار اساسی و مؤثره. یعنی اگر نتونیم، یعنی خبرنگار نتونه یک حادثه‌ای رو در دکور تاریخیش قرار بده، یعنی بشناسه و بگه که پیش از این و بعد از این چه حادثه‌ای اتفاق افتاده، در چه فرهنگ این حادثه اتفاق افتاده، و بتونه تا حدودی کمک بکنه به درک این حادثه در ذهنیت ما، و در نهایت باید گوش و فهم و شیوه درک مخاطب رو هم در نظر گرفت، به فرهنگ جمعی گویش‌های هر روزه توجه کرد، به شعر در مخصوصا در زبان زیبای پارسی، و میتونیم که شاید گاه گاه بشه با یک واژه خیلی کوتاه یک حادثه بسیار بزرگی رو خلاصه کرد. من فکر کنم در واقع زمینه اصلی نگاه هم رو معرفی کرد. بسیار ممنون آقای کاظم‌زاده. شما در پژوهش‌هایی که انجام دادین، در همایش آخری که در شهر کلن بوده، روی مسئله خشونت پنهان هم اشاره داشتین. این خشونت پنهان رو میتونیم بگین در زبان روزنامه نگاری به چه شکلی میتونه خودشو نشون بده؟ شما چجوری میبینین؟ البته اول مقدمه خودتون رو، بعد این سوال من رو بر. همون چون منم همونجور که خواسته بودین یه مقدمه کوتاهی برای ورود به بحث نوشتم، دوست داشتم بتونم خیلی سریع اینو عنوان بکنم. در حقیقت یه نکته که من فکر می‌کنم خیلی مهمه از زاویه، حالا لااقل اگه ما بخوایم روانشناسی و روانشناسی اجتماعی به مسئله خشونت و رسانه بپردازیم، اینه که کلن در مورد خشونت من فکر می‌کنم نمیشه نوشت، و یا اخبار مربوط به اونو نمیشه به شکل‌های گوناگون توی وسایل ارتباط جمعی منعکس کرد، بدون اینی که ما به خود پدیده خشونت و تأثیراتش بر روان انسان و جامعه در حقیقت از یه طرف، و هنجارهای جامعه‌ای که فرد توش زندگی میکنه از سوی دیگه توجه داشته باشیم. یعنی توی یه همچین مجموعه‌ایه که میشه ارتباط بین خشونت و رسانه رو در حقیقت بهش توجه کرد یا مطالعه کرد. من خیلی سریع سه بعد این مسئله رو بخوام کلی بهش اشاره کنم، حالا جنبه‌هایشون میشه توی بحث بیشتر باز کرد. اینی که مسئله انعکاس خشونت در رسانه سه بعد داره. یک بعدش خود واقعیه که اتفاق میفته، این واقعه که رسانه سعی در انتقالش داره میتونه طبیعت‌های کاملا گوناگون داشته باشه، میتونه فرض کنید یک واقعه یک زد و خورد باشه بعد از یک مسابقه فوتبال، از این گرفته بریم تا مثلا فرض کنید مسائلی که امروز میبینیم به لحاظ جهانی باش خیلی درگیریم، مثلا فرض کنید نمونه هاشو اتفاقایی که تو خاورمیانه میفته، وضعیتی که در حال حاضر مثلا گروه های افراطی مثل داعش مثلا در پیش گرفتن که خودشون به صورت تصویری تهیه میکنن یک سری گزارش ها رو از اعمال خشونت و مسئله خشونت توی اون محیط. کلن از قرن 19 به بعد، یعنی از موقعی که رسانه در جوامع آزاد و غرب اهمیت پیدا کرد، خیلی از محققا میگن یه ارتباطی میان تبهکاران و یا کسانی که به انواع مختلف خشونت رو پدید می آوردن تو جامعه و رسانه ایجاد شد. یعنی خیلی از تبهکارها بودن که در ارتباط با رسانه ها از یه استراتژی پیروی می کردن. مشخصا تو دهه 60 مثلا وقتی که فرض کنید اتفاقات تروریستی در اروپا
رواج پیدا کرد، یک بخشش توسط گروه های چپ افراطی خود این کشورهای، بخشش مثلا فرض کنید هواپیما روبایی ها، یک بخشی از تلاش تروریست ها این بود که این اتفاقات در رسانه ها منعکس بشه. خب این خیلی متفاوته با یه واقعی که به خودی خود کسی اونو برنامه ریزی نکرده برای اینکه در رسانه انعکاس پیدا بکنه. دوتا پدیده کاملا متفاوته و نشون میده که خود واقعه به خودی خود یک ور قضیه است، فقط مسئله رسانه نیست. مسئله دوم مسئله خود رسانه است. در ارتباط با مسئله رسانه، مشخصا از جنگ جهانی دوم، اون چیزی رو که اسمشو میذاریم ما پروپاگاند، میبینیم که تو رسانه ها نقش خیلی مهمی پیدا کرد و اینی که از طریق پروپاگاند و تبلیغ چطور میشد سربازها رو آماده کرد، به میدان جنگ برد، روحیشون رو تقویت کرد و اینها. یعنی تأثیری که رسانه ها میتونستن توی یک سری واقعیت های اجتماعی، یک سری رویدادها و اتفاق ها بیفته، فوق العاده مهم بود. تا اون حد که انیشتین تو نامه معروفی که برای فروید نوشت، فکر میکنم 1932، چرا جنگ، سوالی که از فروید میکنه اینه که چطور اون چیزی که انیشتین بهش میگفت کاغذ چاپی، منظورش رسانه هاست، چطور میتونه تا این حد حتی بر انسانهای فرهیخته تاثیرگذار باشه؟ یعنی حتی انسانهایی که از فرهنگ نسبتاً خوبی برخوردارن، به صرف اینی که یک واقعی در قالب یک رسانه مثلا معتبر یا عمومی پخش میشه، تا چه حد میتونه اینها رو تحت تاثیر قرار بده؟ که بعدها، یعنی تو هم دهه 70 و اینها، حتی بعضی از محققین علوم اجتماعی تا اونجا پیش رفتن که گفتن یک رابطه حتی داد و ستد گاهی بین رسانه و مثلا همون مقوله تروریسم وجود داره. یعنی تروریسم از یک سو هدفش رسانه شدن کاریه که میکنه برای تبلیغش، و رسانه ها گاهی اوقات برای بالا بردن مثلا مخاطبین خودشون از این واقعیت استفاده میکنه. یعنی تا یه دوره تا اونجا پیش رفت که حتی رسانه نقش مهمی در یک سری واقعیات اجتماعی مثل مسئله ترور رو اینها پیدا کرد. با این حال خود مسئله رسانه، من فکر میکنم خیلی کوتاه باید بهش اشاره کرد که کار رسانه فقط به سادگی انتقال خبر نیست. برای خود انتقال خبر، به هر حال خود شما که دست اندر کار این کارین خیلی بهتر از من میدونین که به هر حال یک سری هستن که گزارش تهیه میکنن، اینها رو میفرستن از طریق ضبط صدا، عکس، بعد این گروه دیگه این اطلاعات رو روش کار میکنن، تحلیل و بررسیش میکنن، با منابع دیگه مقایسهش میکنن، تو جلسات درونی خودشون به بحث میذارن، گاهی اوقات با کارشناسای خارج از رسانه تماس میگیرن، از اونها نظرخواهی میکنن، و همه اینها که تموم میشه، تازه توی بخشای مخصوصی که یه رسانه در نظر گرفته برای اخبار گوناگونش، اونجا منعکس میشه. یعنی خود خبر هم از یه فرایندی در درون یک رسانه عبور میکنه. خود اینی که رسانه شبکه ارتباطیش چیه، مناسباتش با قدرت چیه، به چه نوع اخلاق روزنامه نگاری پایبنده، چه رسالتی رو برای خودش قائله، گاهی اوقات سر نحوه بازنمایی خشونت مؤثره و تأثیر گذاشت. این مسئله دوم. یعنی مسئله اول همون خود واقعه است، مسئله دوم رسانه است که اینقدر اهمیت پیدا کرده که بهش ازش به عنوان قدرت چهارم در حال حاضر، مثلا در کشورهای غربی که از نوع استقلال نسبی هم برخوردارن، ازش یاد میشه. مسئله سوم هم که باید توی این قضیه بهش توجه کرد، مخاطبین رسانه ها میشه گفتش که مصرف کنندگان منفعل اخبار نیستن. مطالعاتی که توی علوم اجتماعی انجام شده مثلا نشون میده تا چه حد سن افراد مؤثره، مثلا فرض کنید تو تأثیری که از یک واقعه خبری دریافت میکنن.
فرهنگی که توش زندگی میکنن. هولوش سال 1990 مثلا فرض کنید یه تحقیق بزرگی شد سر فیلم دالاس، فیلم سریال امریکایی که ما فکر میکنم خیلی همونم دیده باشیمش، سر تحلیل شخصیت ها و واقعیت ها و اتفاقاتی که تو این فیلم میفته قشنگ روشن و محرز بود که افرادی که تو جوامع مختلف هستن وقتی همون فیلمو همون تصاویر رو میبینن اما به نوع مختلفی متناسب با فرهنگی که توش زندگی میکنن اونو درک میکنن یا تحلیل میکنن. محیط خانوادگی خیلی مؤثره، طبقه اجتماعی خیلی مؤثره، شخصیت مؤثره و حتی موقعیتی که فرد، حتی سری تحقیقات شده سر این موقعیتی که فرد درون یه خبر گوش میکنه. اینی که شما نشستین پشت میز صبحانه و در این اخبار رو گوش میکنین با اینی که با دقت نشستین و در این یه خبری رو گوش میکنین خیلی متفاوته. اینی که تنهایی اخبار نگاه میکنید یا وقایع رو میبینید با اینی که با چند نفر نشستید و اون وقایع رو میبینید. حتی این قضیه تا برای برخی از محققان علوم اجتماعی تا اون حد قابل اهمیته که میگن خود اخبار و یا وقایعی که تو رسانه ها پخش میشه به خودی خود تأثیر اصلی رو نمیذاره. تأثیر اصلی مشخصا بحث‌هاییه که فرد وقتی تحت تأثیر یک خبر قرار میگیره با اطرافیانش، دوستانش، همکاراش انجام میده و تا حد زیادی تو فضایی که زندگی میکنه که بعد اون تصاویر به نوعی معنا پیدا میکنه و جایگاه خودشو پیدا میکنه. سوالات زیادی پیش میاد که ما سعی کردیم سوالات رو دسته‌بندی کنیم. یکی از اولیه ترین سوالا این بوده که مرز بازنمایی خشونت کجاست؟ ما به عنوان روزنامه نگار، به عنوان یه رسانه، وظیفه‌مون از یه طرف بازنمایی اموره، ولی از طرف دیگه این بازنمایی امور نگران این هستیم که چه تأثیری داره. آقای کاظم‌زاده اشاره کردن به اهدافی که پشت این نمایش ها هست. گاهی آگاهانه است، مقاصد تبلیغی پشتشه، گاهی چجوری ما میتونیم به عنوان یه روزنامه‌نگار، به عنوان یه رسانه این رو حفظ بکنیم، یعنی جوری نمایش بدیم که واقعه رو بازتاب داده باشیم بدون اینکه تحت تاثیر اهداف اون جریان مقابل قرار نگرفته باشیم. بله دقیقا، مشکل یا هنر روزنامه‌نگار هم دقیقا در همین جاست. تا چه حد مخاطبین خودش رو میشناسه، تا چه حد واقعه و جامعه رو میشناسه و تا چه حد فرهنگ و تاریخ رو میشناسه و میتونه مشاهدگر درستی باشه و بتونه نتایج اون چیزی رو که میگه ارزیابی کنه. یعنی یک پیش‌داوری لازمه بکنه، ببینه که این خبری رو که منتقل میکنه، حادثه‌ای رو که داره از اون صحبت میکنه چه تأثیری داره. به طور خیلی اگه بخوایم فرموله کنیم، خلاصه بگیم، به گمان من روزنامه‌نگار نه توجیه کننده خشونت و نه عادی، باید اون رو عادی سازی کنه، یعنی در مورد خشونت به ویژه، یعنی از پیش نباید مطالبی رو مطرح بکنه که خشونت رو توجیه بکنه، بگه به این دلایل این خشونت اتفاق افتاده، و نه مسئله اینه که غلوش بکنه نه پنهانش کنه. این دوتا خیلی مسئله اساسی است و به گمان من امروزه یک کمی این مشکل راحت‌تر شده، برای اینکه ما در یک دیالوگ و گفت و شنودی میتونیم با مردمی که براشون اخبار رو میگیم داشته باشیم. یعنی هیچ اشکالی به گمان من نداره که در این، مخصوصا در این مسئله، همین که شک داریم که این خشونتی رو که میخوایم منتقل بکنیم، آیا یک حکومت، یک سیستم، یک گروه نمیخواد که ما این خشونت رو به عمد منتقل بکنیم، یا این خشونت چقدر در اون دکور خودش قرار گرفته، جدا از دکورش نیست، در یک حادثه پیگیر و متصل قرار گرفته. بهترین راه شاید این باشه که یک مقدار خود افرادی رو که سیبل بر افرادی هستن در جامعه که ما خبر رو میخواییم به اونها برسونیم، اونها رو هم شریک بکنیم در این مسئله، ازشون بپرسیم. من یه مثال مشخص بزنم، بگم که اگر من واقعا یک عکسی رو دارم از یک حادثه ای رو که میدونم که شاید این عمدن برای من فرستادن که این خشونت رو نشون بدم به عنوان روزنامه نگار و سوء استفاده میخواد ازش بشه، هیچ اشکالی نداره که من بپرسم از مردم، من این عکس رو دارم،
این شک رو هم دارم، اگر خواستید ببینید برید به این آدرس، من به همه تون نشون نمیدم. این منظور من بیشتر اینه که یه جور امیدوار باشیم به ذهن مخترع روزنامه نگار که تمام این چالش ها رو میشناسه، آشناس با فرهنگ خودش، میدونه که فریب در کاره در پشت این قضیه، میدونه که، ولی این رو هم میدونه که وظیفه شفاف سازی است. یعنی وظیفه اصلی نباید یادش بره، به گمان من جا رو نباید عوض بکنیم. جای اصلی روزنامه‌نگاری انتقال واقعه و حادثه است، شفاف سازی اون برای مخاطبش هست، این اصله. ولی در دام و در اون در واقع زمینه‌ای که براش ساختند نباید قرار بگیره، ضمن این که امکانات فوق‌العاده زیادی در اختیار روزنامه‌نگار هست که مثلا با ابهام‌گویی میتونه یه مقداری با چند جمله و ابهام‌گویی چند کلمه یا مثال زدن از حوادث دیگر منتقل بکنه ذهن خواننده خودش یا ذهن شنونده خودش رو، که در اینجا ممکنه یک دامی وجود داشته باشه. به هر حال و به هر شیوه نباید توجیه بکنه یک خشونتی رو و نباید عادی سازی بکنه برای خشونت. بسیار ممنون. آقای کاظم‌زاده، شما تو صحبتاتون اشاره کردین به خبرساز و خبرنگار، میتونم اینطوری اگر بخوام فرموله کنم، و مخاطب. وقتی اشاره کردیم که تروریست ها مثلا این رو میخوان که اونا خبرساز، من خبرساز منظورم اون چیزی که خبر رو به هر حال میسازه، مثالی که شما زدین راجع به تروریست ها بود که اونا میخوان که تبلیغ بشه روی کارشون، یه پیامی دارن که میخوان بدن، رسانه هم این رو داره نشون میده، بازنمایی میکنه. بعد شما اشاره کردین که مخاطب منفعل نیست. منظورتون چیه از این مخاطب منفعل نیست؟ یعنی این که چون مخاطب نیاز داره به شنیدن یا دونستن خبرها، اون خبر هر چندم خشن باشه مخاطب میخواد، ما باید این خبر رو به همون شکل نشون بدیم؟ یا اگر مخاطب هم نقش فعالتری رو بگیره و نخواد که خبرهای خشن رو بشنوه، آیا خبرهای خشن رو ما میتونیم، یعنی دیگه نیازی به نشون دادنش ما میبینیم؟ چجوری میبینیم شما اینو؟ ببینین، مسئله که من گفتم یعنی اینی که مخاطب منفعل نیست، یه بخشش به اینی که رسانه در درجه اول و به تنهایی تعیین کننده نیست روی تأثیری که با نحوه انتقال خبر بر افراد میذاره، و اینی که این افراد متناسب با شرایطی که توش زندگی میکنن تأثیرات میتونن کاملا متفاوتی بگیرن. خیلی تحقیقات در زمینه روانشناسی نشون داده خب که وسایل ارتباط جمعی، رسانه ها، بیشتر از اینی که بتونن عقاید افراد رو عوض بکنن، بیشتر تو افراد و تو عقایدی که دارن در حقیقت راضی میکنن یا اونو شدت میبخشن. یعنی یک خبری که ظاهرن مثلا برای من یک معنا داره، برای یک نفر دیگه توی کادر دیگه وقتی نگاه میکنه میتونه معنای دیگه ای بگیره. اینم از این مسئله برمیگرده که اساسا روان انسان در رویارویی، مشخصا در مورد خشونت بخوایم صحبت بکنیم، وقتی با پدیده خشونت روبرو میشه، برای اینی که بتونه از آسیب روانی خشونت جلوگیری بکنه، اونو در سعی میکنه در قالب یک معنای بفهمتش و توجیهش بکنه و از این طریق احساس بکنه که در حقیقت میتونه اون خشونت رو به نوعی کنترل بکنه. خب در ضمن اینی که، یعنی این یک کاریه که فرد انجام میده، حالا هر چقدر تصویر خشونتش، مشخصا اینجا نظرم تصویر تا کلام، خشونت شدیدتر باشه، توان فرد توی بازتابش کاهش پیدا میکنه. خب این مسئله که شما گفتین، اینی که مرز بین وقتی که رسانه میخواد خشونت رو بازنمایی بکنیم مرزش کجاست، من فکر میکنم یک مرزش مسئله خیلی عمومیه، مسئله بهداشت و سلامت روانه، نشون دادن صحنه هایی که فوق العاده جانخراشه و فاجعه های بسیار شدید و بزرگ رو نشون میده،
ما چه بخوایم چه نخوایم داریم رو روان کسانی که این صحنه ها رو میبینن تأثیر میزنیم. خب همینجا یه سوال پیش میاد. رسانه‌های رسمی معمولا سعی میکنن که تا یه حدی از این صحنه ها رو نشون بدن، این واقعه رو نشون نمیدن. مثلا صحنه اعدام صدام رو تا یه حد نشون دادن، یا صحنه گروه کارهایی که الان داعش میکنن رسانه‌های رسمی نشون نمیدن. ولی ما میبینیم که توی رسانه‌های اجتماعی در سطح وسیع دست به دست دارن میگردن و پخش میشن. مردم انگار یه نیازی دارن به اینکه این صحنه ها رو ببینن. برای همین هم است که بعضی رسانه‌ها به خصوص اونایی که جنبه تجارتی دارن، برای بالا بردن مخاطبینشون که تبلیغات بیشتری بگیرن، از همه جور نمایشی فروگذار نمیکنن که بتونن میزان مخاطبینشون رو بالا ببرن. این سوال پیش میاد، این نیازی که اون مردم، اون مخاطب به دیدن این صحنه های خشن داره چیه؟ ببینیم بعضی حالا از روانشناسا از یه نوع کنجکاوی در وجود انسان برای دیدن صحنه های فجیع و دلخراش صحبت میکنن، تا اون حدی که یه روانشناسی از یه نوع پورنوگرافیه، در حقیقت اسمش میذاره پورنوگرافی مصیبت. یعنی اینی که ما یه واقعی رو که اتفاق افتاده با جزئیات و با عکس و با تفاسیر تمام اون صحنه های فاجعه آمیزش رو نشون بدیم، و این تا حدی تعداد مخاطبین مثلا فرض کنید یه رسانه رو خیلی از تحقیقات نشون داده که میتونه چیکار بکنه، میتونه افزایش بده. گاهی اوقات رسانه ها در دام همچین مسائلی هم میفتن. خب اما یه نکته ای که من فکر میکنم خیلی مهمه و باید بهش توجه کرد این مسئله است که ما در هنگام خبررسانی، در حال انتقال خبر، در حقیقت با چه بخشی از روان میخواییم در تماس قرار بگیریم. یه امری که خیلی مشخص و روشنه اونم اینه که خشونت به هر حال وقتی آدم خودش قربانی خشونته دچار یک نوع آسیب روحی میشه که بهش میگیم تروما، که این آسیب روحی اختلال ایجاد میکنه توی دستگاه روانی و شرایط در حقیقت فکری و روحی افراد. اما فقط قربانی خشونت بودن نیستش که این آسیب رو ایجاد میکنه، خیلی مواقع شاهد خشونت بودن هم نوعی پیامدهای روحی و روانی داره. یعنی خود اینی که شما یک سری صحنه های دلخراش رو از دور یا نزدیک مشاهده میکنی، اسم اینو میذارن در حقیقت آسیب روحی یا ترومای ثانویه، یعنی ما مربوط به کسانیه که مستقیما در اون مسئله دخیل نبودن اما به نوعی ناظرش بودن. رسانه ها باید به این مسئله که میگم باز مسئله بهداشت همگانی و عمومی روان در هر جامعه، باید به نظر من به هر حال توجه بکنن که وقتی که این تصاویر مخصوصا در مدت طولانی تکرار میشه، به مرور ارتباط رسانه با خودآگاهی فرد، با قدرت تفکر و فرد کاهش پیدا میکنه و تأثیر این تصاویر بیشتر بر رو بخش عاطفی، حسی و ناخودآگاه شنونده و یا بینندشه که اون اصلا پیامدهایی داره که من فکر میکنم مسلماً برای خود دستندرکاران رسانه در ابتدا هدف اصلی نبوده. مرسی. آقای مکارمی، شما گفتین در مورد پیشینه سیاسی روزنامه‌نگاران هم گفتی که اغلب پیشینه سیاسی دارن. خب با توجه به وضعیت جامعه ما که احزاب آزاد، رسانه‌های آزاد نداشتیم، به این شکل بخشی از سیاسیون به روزنامه‌نگاری رو آوردن تا پیامشون رو برسونن. سیاست هم که در خشونت عادیه، خشونت در سیاست به نظر هر دو لازم و ملزوم هم دیگر انگار. چجوری روزنامه نگارانی که پیشینه سیاسی دارن، اونا چجوری میتونن خودشون رو مبرا بکنن از این زبان خشونت؟ البته بخشش رو گفتین شما
با فیلترایی که هست، سردبیر رو، تحریریه و اینا، اون یه مقدار کنترل میکنه و تعادل به وجود میاره. ولی خود اونا چی؟ روزنامه‌نگاران چجوری میتونن این بیطرفی رو حفظ کنن؟ متاسفانه باید دو تا مسئله رو اینجا اشاره کرد. یکی ریشه های پیدایش روزنامه‌نگاری در سرزمین ما ایران که از بقای اتفاقیه به طور رسمی در داخل ایران شروع میشه، در خارج از ایران هم بوده، در حتی قبل از پیدایش جنبش مشروطه، که روزنامه نگاران عمدتاً افراد سیاسی روشنفکر بودن، افراد اجتماعی بودن، افراد مدنی بودن و روزنامه نگار به شکل حرفه‌ای نداشتیم و خیلی طبیعی بود. خیلی جوونه روزنامه‌نگاری ایرانی. بله، به هر حال داریم از اواسط قرن 19ام، از اواسط قرن 19ام خارج از ایران روزنامه مثلا روزنامه اختر بوده که 500 نسخه رو منتشر می‌کرد که زبان جریانات سیاسی بودن. بله بله، اصلا کلا برای آگاهی و بیداری ایرانیان بوده. ولی عمدتا این مسئله ادامه پیدا می‌کنه و این مسئله مثلا مدارس روزنامه‌نگاری مال مثلا از 1340 در واقع شروع شد. بله. در ایران روزنامه نگار به شکلی که بره درس بخونه، آموزش ببینه، کسانی که بودن در روزنامه نگاری عمدتاً از دنیای روشنفکری یا نویسنده بودند یا اینکه از سیاستمداران اومدن و مثلا حزب توده که خب بیشترین روزنامه ها و جدیترین روزنامه ها رو در ایران به وجود آورد، همیشه کسانی که هیئت مدیره بودند یا هیئت مؤسس بودند یا حتی هیئت تحریریه، اینها عملاً همون شخصیت خودشون رو بر شخصیت خودشون رو دخالت میدادن، یعنی به یک نوع نگرش خاصی رو. ولی حالا اینجا مسئله هست که مسئله اینه که یک روزنامه نگاری ایدئال چیه برای ما؟ یک روزنامه نگاری ایدئال اینه که فرد با یک حقیقتی در درون خودش غیر سیاسی، غیر ایدئولوژیک وارد بشه در یک محیط آزاد، یعنی فشار دولتی، حتی فشار قومی و فشار سنتی هم نداشته باشه. خیلی چیزا روزنامه‌نگار به دلیل سنتی نمیتونه بگه. یعنی احتیاج داریم به یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای که آگاه باشه بر ناخودآگاه خودش و نگذاره که دخالت کنه ناخودآگاهش در گفته‌هاش در یه محیط آزاد. به عکس اونچه که متاسفانه امروز ما بهش رسیدیم، روزنامه‌نگارانی هستند که عمدتاً در فضای غیر حرفه‌ای به وجود آمدند، پیدا شدند و ادامه دادند و اینها با فشار دولتی و سنتی. یعنی درست میدونید ما در نقطه مقابل یک ایدئال ممکن هستیم و این رو به گمان من اول باید بهش اشراف داشت، یعنی روزنامه نگاران ما بهش اشراف پیدا بکنند و بعد شروع بکنند با این دوتا مسئله مبارزه کردن. یکی تا اونجایی که ممکنه برن به سمت روزنامه نگار حرفه‌ای شدن و دوم اینکه هیچ فشاری رو به گمان من تحمل نکنن. حالا اگر فرصت شد اینکه راههای این که یک روزنامه جز وظایف روزنامه نگار هست که فشارهای سنتی، فشارهای اجتماعی، فشارهای سیاسی رو تا اونجایی که ممکنه از زیر شانه خالی کنه و بتونه راه حل پیدا بکنه. این رو ما میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، ولی اگه علاقمند بودید من یکی دو نمونه میتونم براتون بیارم از این که مثلا روزنامه نگاری ایرانی امروز اون چیزی که بهش میگن روزنامه نگاری در کجا داره زندگی میکنه. من علاقمندم که یکی دو تا نمونه براتون بیارم. ببینید مثلا یک روزنامه نگاری رو که ما بهش میگیم که روزنامه نگاری رو که وقتی آدم شرح حالش رو توی انترنت میخونه، آقای شریعت مداری معروف به برادر حسین، توی میخونیم روزنامه نگار ایرانی اصولگرا و مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در مؤسسه کیهان. باید ببینید 33 سال 34 سال فضای اصلی روزنامه نگاری ایران کجاست. میخونم براتون این به نقل از منبع خود باز انترنت. بحث میکنن که میگن که وقتی که وزیر ارشاد با همین آقای شریعت مداری صحبت میکنه، میگه که چرا شما به فلانی میگه جاسوسه، در صورت که این فلانی اصلا هیچ گونه مقام دولتی نداشته، بدت میاد ازش فوش بهش بده، وزیر ارشاد میگه، ولی چرا میگه جاسوسه؟ شریعت مداری جواب میده، این جوابش من میخونم. شریعت مداری در پاسخ میگوید میدانم، اما میشود به ایشان بهتان زد و افترا بست، چرا که در فقه بابی داریم تحت عنوان مباهته. مطابق با این باب فقهی اگر مردم به دور کسی جمع شوند که محبوبیت و نفوذ زیادی دارد و در این حال خلاف اسلام سخن میگوید و نمیتوان مردم را از اطراف او پراکنده کرد، میتوان به او بهتان و تهمت زد و شخصیت او را تخریب کرد و از این طریق با او در پیچید و از نفوذ و تأثیرش کاست. یعنی فضای عمومی 33-34 ساله
روزنامه نگاری، روزنامه نگاری عمومی ایران رو یک غیر روزنامه نگار که اساساً نه تنها انجام میده بلکه بهش افتخار میکنه، به باب فقهی مباهده هم داره مرجع میده، یعنی دیگه روشن مسئله، غیر از مسئله تقیه که داشتیم اون میشه دروغ گفت ولی میشه افترا بس حالا باز هم مثال مختصر، مثال دیگه من خدمتتون بذارم، مثلا یکی دیگه از خواهم بگم این در داخل فرق نمیکنه، این مسئله زبان روزنامه نگاری ما و به همین شکل مونده. مثلا یکی دیگه از روزنامه نگاران که وقتی من میخوندم سرگذشتش رو، خودش میگه که روزنامه نگار، نویسنده، کارشناس مسائل سیاسی ایران و خاورمیانه غیره و غیره، رئیس مرکز مطالعات و خبرنگار و و یه جمله ایشونو میخونم. ببینید تا چه حد این میتونیم بگیم که روزنامه نگاران است و تا چه حد کمک میکنه به شناخت دیگری. متاسفانه شوربختانه این مقاله در مثلا سایتی که آمده، یکی از پرخوانده ترین سایت های خارج از کشور، این بیشتری خواننده رو داشته، چیزی که میخوام براتون بخونم. یعنی متقابلا ذهن فرد روبرو هم این رو میطلبه. آقای سیستانی اعلام جهاد داد و وقتی به خطای خود پی برد، حالا روزنامه نگار انا توجه میکنید که هزاران تن از عوام شیعه، روزنامه نگار، برای جهاد علیه سنی ها داوطلب شده بودند. البته ناصر ابوالمکارم شکرفروش شیرازی، روزنامه نگار، هم برای عقب نیفتادن فتوای آبکی برای جهاد صادر کرد. برای اینکه بهتر آشکار شود وقتی شاگرد بزاز زینبیه نخست وزیر و فرمانده کل قوا میشود. ببینید عمق مسئله روزنامه نگاری رو با این دو مثال، هم بگم جبهش فرقی نمی کنه، داخل و خارج فرقی نمی کنه، تا چه حد این درش خشونتی هست. حالا میتونیم خشونت همین دوتا رو بررسی بکنیم، یعنی خشونت بهتان، خشونت دروغ، خشونتی که اینجا به کار میبره با دشنام دادن، تغییر نام افراد، که اون یکی از بدترین خشونت هاست وقتی یک انسان رو نامش رو مسخره کنیم یا مخالفیم یا موافقیم با استدلال. این به گمان من هنوز مونده این مسئله اساسی که عرض کردم، شروع کردم. ما نیازمند روزنامه‌نگاران حرفه‌ای هستیم که مسلط باشن بر حقیقت وجودیشون و اون رو دخالت ندن در یک فضای آزاد. بالعکس دوچار روزنامه‌نگارانی شدیم که نه تنها دخالت میدن و توجیه میکنن دخالت دادن حقیقت اندیشه خودشون رو در محیط بسته. اشاره کردین آقای مکارمی به نکته جالبی که خشونت رو معمولا وقتی میگیم خشونت، تصور از اسلحه هست و فوش دادن و کتک زدن و اینا، ولی ایشون اشاره کردن خشونت انواع مختلفی داره، از تحقیر کردن، توهین کردن، نادیده گرفتن، قهر کردن به اصطلاح اینا هست و شکلای دیگه که همون چیزایی که ما صحبت کردیم، چون خودم خیلی علاقمند بودم اول صحبت اشارم اول به اون بود، سوال اول. اینا خشونت های پنهانه. خشونت های پنهان در زبان روزنامه نگاری رو شما چجوری میبینین؟ ببین من فکر میکنم که مسئله میتونه کاملا ابعاد گوناگونی داشته باشه. خب الان چند نمونش رو آقای مکارمی به درستی عنوان کردن. ببینین به طور کلی اگه ما حالا در مورد همین مواردی که آقای مکارمی صحبت کردم من بخوام اول بگم، شما وقتی که توی انتقال اطلاعات همزمان فرد دیگه ای رو مخاطب قرار میدین و همطور که آقای مکارمی گفتن تحقیرش میکنین یا به نوعی وجودشو زیر علامت سوال میبرین، شما به نوعی در این نسبت بهش خشونت انجام میدین. یعنی این جز اون خشونتهایی که بهش میگن خشونت نمادین. چرا بهش میگن خشونت پنهان؟ به خاطر اینی که معمولا این نوع خشونت از آنجایی که خودشو در خدمت هدف بالاتری قرار میده یا ادعاشو داره، حالا این هدف بالاتر رو میتونه یه ایدئولوژی تعیین بکنه، این هدف بالاتر رو میتونه رسالت خبرنگاری تعیین بکنه، این رسالت رو گاهی اوقات میتونه ابراز حقیقت
به اون معنایی که فرد تحت نظر خودش داره، تحت لوای این حقیقت برتر در واقع اون خشونت میتونه خودشو چیکار بکنه؟ میتونه خودشو هم توجیه بکنه، پس از توجیه کردن مشروع بکنه، برای اینکه معتقده که یک ناحقی رو در نمایان میکنه، و هم در نهایت خواستاره، که گاهی اوقات توی نوشته های بعضی افراد میبینیم نابودی حتی اون شخص بشه. یعنی در حقیقت با معنا دادن به خشونت، با اونو تحت لوای بیان حقیقت، مقدسات، ارزش‌های روزنامه نگاری، هر چیز دیگه ای میخواییم بذارین، و این هیچ تفاوت عمده‌ای با شیوه های دیگه ای که تو جامعه ما به خشونت ما معنا میدیم و با معنا دادن مشروعش میکنیم و با مشروع کردنش پنهانش میکنیم نداره. مثلا شما وقتی تو رابطه مرد و زن وقتی از پدیده مثل غیرت صحبت میکنید، غیرت در واقع یک مفهومیه که تلاش میکنه خشونت رو تو رابطه میان مرد و زن پنهان بکنه. این پنهان کردن رو از چه طریق انجام میده؟ از طریق خلق یک ارزش که اون ارزش غیرت مردان است، شرف مردان است، و به مرور مخاطب چون درگیر مدام این معناست، خشونت رو به شکل عریان نمیبینه. من فکر میکنم یه تحول بزرگی که توی غرب ایجاد شد در نوع روی کردش به مسئله خشونت، عریان کردن خشونت بود، یعنی معنا زدایی از خشونت و ناتوان کردن خشونت در تولید معنا. وقتی که گفتن زدن بچه هیچ ربطی به تربیت کردن بچه نداره، به ادب کردن بچه نداره، اینجا شما دارین خشونت رو عریانش میکنین و اون موقع به چشم میاد. خب وقتی تو رابطه زن و مرد گفتن مفهومی به نام غیرت معنا نداره، خشونت دیگه خودش رو به طور عریان روی صحنه نشان میداد. تو روزنامه نگاری ما هم من فکر میکنم برای عریان شدن این نوع خشونت ها، برای اینکه ما ببینیمش، باید اون ارزش های والا و اون حقایقی که تحت لوای اون این خشونت اعمال میشه، باید بشه اونو ازش زدود، تا این اون موقع همه مخاطبان به خوبی به قول معروف من و شما اون خشونت رو مشاهده میکنن. من میتونم در مقابل همین خشونت پنهان، برای اینکه به گمان من خشونت پنهان یا خشونت سکوت، هر دوش یک دروی یک سکه هستند، اگر موافق باشید یک کمی جلوتر برم در این مسئله، برای اینکه یکی از شاید آسیب‌های عمده جامعه امروز ما در همین خشونت سکوت و خشونت پنهان هست. در مورد خشونت پنهان به گمان من یکی از بنیان‌های اساسی جامعه ایران امروز مسئله آسیب روانی افسردگی است. آسیب روانی افسردگی به این شکل که ما میدونیم متوسط افسردگی، نرخ افسردگی جوامع مختلف در دنیا 4%، مثلا ژاپن 2.5% هست، و جامعه ایران طبق آمار خود وزارت بهداشت ایران، آمار اخیر 12.7%، بگیریم 13%، یعنی بیش از سه برابر متوسط جهانی. و وقتی آنالیز میکنیم، تحقیق میکنیم، که دو تا تحقیق مشخص و مستدل وجود داره از طرف دو دانشگاه معتبر که ایران جزو 4-5 کشور افسرده دنیاست، افغانستان، فلسطین، وقتی تحلیل میکنیم میبینیم اونها دلایل عینی دارن، 30 سال جنگ در افغانستان، مسائل مادی روزمره، مشکلات، ولی در ایران عملا واقعا ما در اون سطح نیستیم. درسته که ما 9 میلیون حاشیه نشین داریم، 8 میلیون بی سواد داریم، 2 میلیون معتاد داریم، این رقم های کمی بالاست، ولی عملا از نظر بین المللی دوچار اون آسیب های زندگی روزمره این کشورها نیستیم. این 13% به گمان من حاصل دو تا آسیب بزرگه. یک آسیب بزرگی است که اون هم شناخته شده است، خود حمله
14 قرن پیش هست که دو قرن سکوت ایجاد کرد پشتش، و دومیش و بسیار مؤثرتر حضور معممین در مدارس شیعه در ایران، که اینها آمدن جای بزرگداشت و عزاداری را عوض کردن خیلی نرم و آرام، و در طول 2300 سال اینها تونستن بزرگداشت رو، یعنی بزرگداشت ائمه، بزرگداشت امامان، بزرگداشت اون بزرگداشت حق هر سیستم اندیشه ایست، نمیشه ازش گرفت، ولی این رو با عزاداری جاش عوض کردن. حالا اگر یک کمی توجه بکنیم عزاداری چیست؟ عزاداری همون کاری رو در وقتی فشاری، خشونتی بر بدنمون صورت بگیره، اگر بیفتیم از یه جایی پامون بشکنه، به ما میگن یک ماه استراحت کن، یعنی بدن رو در حال استراحت قرار میدیم که بتونه این ضایعه رو برطرف بکنه. عزاداری یعنی همین، برای روان، یعنی یک روان ما به سیستم اطلاعاتی ما یک ضربه‌ای وارد شده، مادری که فوت میشه، میره، تمام رابطه های این مادر با من، با خواهر، با برادر، با خانواده قطع میشه، من باید این قطع شدن روانی رو یه جوری حلش کنم، برای حلش سوم میگیرم، هفته میگیرم، چهلوم میگیرم، غیره و غیره. پس در واقع وقتی من عزاداری میکنم، من دارم با یک زخم روانی مبارزه میکنم. حالا اگر ضایعه روانی مبارزه میکنم، حالا اگر هر سال منو وادارند که به جای بزرگداشت ائمه عزاداری کنم، به یک آسیب روانی افسردگی دچار میشم، که اگر علاقمند باشید من خواهش میکنم همه بین تاریخ رو نگاه بکنن، از وقتی که در قرن 17 مدارس مؤممین شیعه پایدار میشه، محمد مجلسی اینها ثابت میکنه و میتونن اینها با روزخانی و عزاداری پاشون رو محکم کنن در بین مردم، از اون وقت مثل یک ستاره حفره سیاه تمام انرژی مردم ایران کشیده میشه به این سمت و افسردگی بسیار عمیقی رو ایجاد میکنه، که ما خیلی هم میگیم به دلیل سلطنت قاجار بوده، شاید هم حتی سلطنت قاجار تحت تأثیر این افسردگی عمیق بوده. به هر حال این به گمان من این افسردگی عمیق که به روشنفکرام رسید، مثال های متعددی داریم، مثلا روشنفکری شد غمگینی و آه و ناله، و شعر مدرن هم، شعر تازه هم تحت تاثیر همین مسئله قرار گرفت، که شعر کنش هم قرار گرفت. حتی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که کسی مثل عارف هم وقتی که میخواد شعر میهنی بگه گریه کن، که اگه خون هم بگریه دیگر ثمر ندارد. یعنی در واقع رفتیم در این عمق افسردگی و روز به روز هم بیشتر. این یک به نظر من این خشونت، خشونتی که 2 میلیون معتاد ایجاد میکنه، که هیچ دلیلی هم نداره ما 2 میلیون معتاد داشته باشیم، برای که پاکستان بیشتر از ما هم مرز افغانستان اگه دلیل این باشه، و از ما بیشتر بی سواد و بیشتر گرسنه داره، این دلیل نیست. افسردگی اعتیاد میاره، اعتیاد افسردگی بیحالی میاره، بیحالی عدم دخالت در امور اجتماعی میاره، و همه اینها باعث میشه که ما نتونیم اون حرکت لازم رو در جامعه داشته باشیم. پس منظورم اینه که این خشونت پنهان رو روزنامه‌نگار باید درک کنه، بشناسه، و درست برخلافش مسئله رو روزنامه‌نگار وظیفه‌شه که خشونت‌های پنهان رو هم نشون بده. یکیش من به گمان من همین مسئله است، فقط به عنوان یه مثال عرض کردم، میشه باز هم پیدا کرد خشونت‌های پنهان رو. از این درک و تشخیص و نشان دادنش هم مشکل‌تره و هم خطرش بیشتره. ممنون، هر بار نکات جالبتری متوجه میشیم. اگر اجازه بدیم دوستان فنی، فکر میکنم باید یه استراحتی بدیم، تا 5 دقیقه استراحت میدیم و بعد دوباره برمیگردیم به دنباله برنامه.